الله الرحمن الرحیم و سلام خدمت تمام دوستهای عزیزم امیدوارم تمام صد کامل برخوردار باشین در این روزای بهاری روزای خوب را سپری کنین و با همو پرندایی که صدایشان بسیار خوشخان است صبح از خواب بخیزین و از روزای بهاریدان لذت ببرین. بازم ما موید در خدمت شما قرار گرفتیم. شاگردای صنف سوم، مضمون دریتان بازم به همکاری شما عزیزا پیش میبریم ان امیدوارستم که روزای خوب داشته باشین و در ضمن گذشتونان روزایتان به درساتان توجه کنین. درس گذشته را که همگی باید داشته باشن. که درس گذشته ما چی بود؟ بله دقیقا درس گذشته ما محیط زیست بود در مورد محیط زیست به اندازه کافی خواندیم شناختیم و فهمیدیم که محیط زیست به کجا گفته میشه و ما به خاطر نگاه کردن محیط زیست سالم خود باید کدام کار را انجام بدیم و کدام فعالیت را باید چی کنیم انجام بدیم بله دقیقا امروز میپردازیم به درس جدید خود که درس جدید ما چی است حتما با دیدن تصویرها شما یک کمک خوب فامیدین دیگه بله بسیار خوب درس جدید ما است بهار و دهقان صفحه یازده کتابتان رو باز میکنین کلگیتان متوجه کتابتان میباشین در اول در شروع کتاب یک دو سوال اینجا گفته شده که ما به یک تمرکز میکنیم بزبادوز انشالله به درس ما خواد پرداختیم گفته شده که سوال اول دهقانان کدام کارها را در فصل بهار انجام می دهند؟ سوال کرد از ما که دهقانان در فصل بهار کدام کارها را انجام می دهند؟ ببینید اینجا ما یک کاکا دهقان داریم ببینیم که چی انجام می ده؟ بله در اوکدن زمین ها گرچی در فصل بهار یعنی در اوکدن زمین ها فصلش نیست مگم دهاقین ده زیادتر فعالیت ها در فصل بهار انجام میدن که زمین ها را آماده کشت میسازن تا ای که چی کنن؟ تا که کشت کنن تا که دوباره بتانن امو محصولات زراعتی را دوباره از او کشت چی کنن؟ بدست بیارن یا حاصل کنن دقیقا خب سوال دومی چی گفته؟ سوال دومی گفته که در مورد فصل بهار چی میدانید؟ در مورد فصل بهار ما خوب اوقدر چیزی نمیفهمم شما چیزی میفهمید؟ آفرین یک نفر دست خود بلند کرد میگه بله من میفهمم چی میفهمی بچیم؟ آفرین آفرین کلگیتان حتما این سوال پیش خود جواب دادین که بهار فصلی است که تمام پرنده ها به سر و صدا و تمام سرسبزی ها و درخت ها و بطه ها و گل ها به شکوفه کردن شروع میکنن دقیقا بهار فصلی است که بعد از زمستان می و بعد از زمانی که بهار می بعد از فصل زمستان همه جا سرسبز میشن یک شادابی خاصه به وجود می آید که همگی این فصل با مون مقبولی ها و زیبایی هایش چی دارن؟ دوست دارن دقیقا خب سوال رو خود جواب دادین حالا بیاین خیلی که خود درس بخوانیم ببینیم که درس بر ما چی میگه بخوانیم با همدیگه دیگه یک جا بسم الله الرحمن الرحیم یک قسمت از درس بهار و دهقان امروز میخوانیم برتان معنایش میکنم امیدوارستم به خوبی یاد بگیرین و ذهن نشینتان شب و هرگز یادتان نره بهار و دهقان به هنگام بهاران که گل خندد به گلزار جفاکش بابا دهقان با دهقان به دستش یوغ و اسپار به پایش نلی چوب کمر بسته به دستار رود سوی زمینش زند بیلو کند کار یک قسمت از شیر اینجا بر شما ده کاک نوشته شده که ایر امروز میخوانیم معنایش میکنیم و موضوعات که د بالا ازی ضرورت به توضیح داره توضیح میدیم سرش صحبت میکنیم انشالله باز در درسهای بعدی ادامه شد خواد خواندیم ببینیم خط اولی که در مورد بهار گفته شده گفته به هنگام بهاران که گل خندد به گلزار میگه در زمانی که بهار است یا هنگامی که بهار شروع میشه تمام گلها در گلزارها به خنده می آیند یعنی چی؟ یعنی زمانی که زمستان می کل جای خاموش هستند. هیچ جای سرسبز نیست شگوفه نیست گل نیست مگر با آمدن بهار دفتنی تمام گلها در گلزارها به خندیدن آغاز می کنن. یا سبز میشن ببینید درخت درخت که شما میبینین کلش شگوفه باران است یعنی چی؟ در زمان بهار تمام درخت ها از شگوفه پر میشن تمامشان بسیار زیاد قواره و شکل مقبوله به خود میگیرن کی همانند خندیدن می ببینین زمانی که یک آدم تبسم میکنه یا لبخند میزنه چقدر مقبول معلوم میشه اونم قدر که گلام در گلزارا شگوفه میکنن به مو اندازه چی معلوم میشن مقبول معلوم میشن جفاکش با بدهقان به دستش یوخ و اسپار میگه بازم اونمو با بدهقان زحمت کش دوباره با امو اسباب و وسایل دهقانی خود میره به طرف زمینای خود تا ای که چی کنه؟ تا ای که دوباره به مو کشت کار خود آغاز کنه بله دقیقا خط بدیشو میخونیم و پایش نلی چوب کمر بسته به دستار میگه به پایش نلی چوب میگه دوباره بازم با اونمو نلی چوب یا با مو وسایل اسبابش که ضرورت است که توسط از اون میتونه که امو های خود به خاطر زراعت آماده کنه و با مو بسته کردن کمر خود که توسط از اون میتونه خود یک دهقان واقعی نشان بده با انجام این فعالیت ها دوباره به طرف زمین میره و به کشت کار خود چی میکنه؟ آغاز میکنه که تمام این کارها در چی وقت میشه در زمانی که بهار باشه زمانی که بهار میایه از او خاطر تمام چیز شاداب میشن سرسبز میشن ما میتونیم که فعالیت های خوده به بسیار خوبی چی کنیم انجام بتیم رود سوی زمینش زند بیلو کند کار میگه اینمی بابا دهقان زحمتکش کش به طرف زمینش میره و در اونجا زحمت میکشه تا اینکه که چی کنه بیل میزنه و اونجا کار میکنه تا اینکه که حاصلات بسیار خوب به دست بیاره دقیقا تمام دهقانان ما شاگردای عزیز عنوان درس ما بهار و دهقان است یک معلومات کوچک در مورد بهار برتان دادم حالا یک معلومات خود درباره دهقین برتان یا دهقانا برتان میتون که شما باید بشناسین بفهمین که دهقان به کی گفته میشه دهقان به کسی گفته میشه که بالای زمین های زراعتی کار میکنه کسایی که فعالیت هایی رو انجام میدن که ما قادر به انجام اون فعالیت ها نیستیم از او خاطر نام شما نن بابا دهقان زحمتکش کش دقیقا شما باید ارزش از اینا را بفهمین اگر این دهکان های وجود نداشته باشه ما میتونیم تمام مسئولات زراعتی را بدست بیاریم یعنی خود ما قادر به ای هستیم که زمینای های زراعتی را ما بتانیم بد... مسئولات که از های زراعتی به وجود میاید اونا را مواظبت کنیم و اون مسئولات خود ما ایجاد کنیم نخیر ما این کار را نمیتونیم از او خاطر ما باید قدر دهقین عزیز خدا بفامیم خب در مورد دهقان صحبت که شد شما باید دهقین بشناسیم و ده در مورد دهقان ها معلومات کافی داشته باشین دهقان ها برتان معرفی کردم که به کیا گفته میشه از او خاطر این عنوان که برتان آمده که در مورد بهار و دهقان است برای ما یاد میته که دهقین وظیفه شان در اصل در زمان در کدام زمان, زمان است در زمان بهار است ها. که فعالیت های زیاد انجام میتن کارهای زیاد انجام میتن اصل فعالیت های در فصل کدام فصل میباشه؟ در فصل بهار میباشه اونمو اونم سوال اول را که از شما پرسیده بودم در اول درس خیال ما به جوابش میپردازیم بر ما گفته میشه که بهار یا دهقان به کی گفته میشه به کسی گفته میشه که بالای زمین ها کار میکنه و این فعالیت ها را انجام میده تا که بر ما چی امکانات به وجود بیاره و این مسئولات زراعتی رو بر ما چی کنه پیشکش کنه دقیقا بالا از این تصویران صحبت کردیم فهمیدین که زمانی که بهار شروع میشه زمانی است که تمام گلزارها یا تمام جاهای جاها سرسبز میشن تمام گلها به شکوفه می و شکل و زیبایی دنیا را بر ما چی می سازند نمایان میسازند. سازند یعنی شاید هیچ انسان در دنیا نباشد که فصل بهار دوست نداشته باشد. به خاطر چی به خاطر که این فصل زیبایی است فصل نو است ما می دانیم از این یک انرژی بگیریم از او خاطر از بودن در فصل بهار به اندازه کافی چی ببرین لذت ببرین و ازش استفاده کنین خب ای بود درس امروز دوباره برتان باز تکرار میکنم معنایش برتان میکنم تا که دوباره خوب بهتر بفهمین بهار و دهقان به هنگام بهاران که گل خندد به گلزار به هنگام بهاران که گل خندد به گلزار جفاکش با دهقان به دستش یو و اسپار با پایش نالی چوب کمر بسته به دستار رود سوی زمینش زند بیلو کند کار بردان معنایش کردم بازم یک تکرار معنا میکنم که شما شعر معنا کردن چه در سمت سه دفعه اول است که میبینین از او خاطر خوب یاد بگیدین از او خاطر برتان کم کم درس میدان تا ای که معنای شیر خوب چی کنین یاد بگیرین اینجا کلمات زیادی است که شاید شما برتان ناشنا باشه مگم انشالله در درس های بدی آخر از می درس ما به تمام از این کلمات میپردازیم و با معناش به شما درس خواد دادم به هنگام بهاران که گل خندد به گلزار میگ در زمانی که بهار است تمام گلها در گلزارها به خنده میآیند و جفا کش با دهقان و دستش یوغ و اسپار میگه بازم امو دهقان زحمت کش و دستش امو اسباب وسایل دهقانی و او به فعالیت چی میکنه آغاز میکنه با پایش نلی چوب کمر بسته به دستار میگه بازم امو تو کمر خدا بسته کده و تمام اسباب وسایل خود گرفته تا که چی کنه دوباره بره به طرف امو زمین خود و با فعالیت آغاز کنه رود سوی زمین زند بیلو کند کار میگه بازم به طرف زمین خود میره تا ای که چی کنه دوباره کارای خود از می فصل بهار آغاز کنه ای بود درس امروز ما کار خانگیتان ای است که اینمی شعره میخوانین طریقه نوشته کردن شیره یاد میگیرین از روی این زمی ویدیو یاد بگیرین که شعر چه قسم نوشته میشه مقبول نوشته کردن شعر یاد بگیرین معنایشو بخوانین و یاد بگیرین تکرار کنین و در مورد بهار در بین همدیگی گفتگو کنین گپ بزنین و معلومات بدین که بهار به چی وقت گفته میشه این بود کارخانه و درس امروزیتان انشالله ان شاء الله تا که در درس بعدی ادامه درس ان در خدمت شما قرار میگیرم تمام به خداوند یکتا می سپارم الله حافظ ناصرتان کلگیتان زیاد دوست دارم خدا حافظ